متهم شدن رهبران حکومت وحدت ملی به اهانت تظاهر کنندگان و ملت. اظهارات رئیس اجرائیه برای قناعت تظاهر کنندگان. و چین میگوید با اندونزیا بر سر جزایر و آبها دعوای ملکیت ندارد. به نام خدا و با عرض سلام، به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه 21 عقرب سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 12 نوامبر سال 2015 میلادی. مشروع خبرها. اعتراض کنندگان روز چهارشنبه کابل می گویند برای تأمین وحدت ملی مظاهره کردند، اما در مقابل با توهین رهبران حکومت مواجه شدند. آنون در اعتراض به اظهارات محمد محقق و حکومت میگویند حکومت وحدت ملی به اعتراضات هزاران افغان احترام نکرده و خواسته هایشان را نپذیرفته است و به نمایندگی از آنها افراد دیگر در داخل ارگ گزینه شده و به دیدار رئیس جمهور برده شدند. اما محمد محقق با کوچه و بازاری خواندن مظاهره کنندگان گفته است افراد که بر ریاست و وزارت نرسیدند مردم را بر ضد حکومت تحریک کردند. سر بریدن هفتن در زابل خشم هزاران افغان را برانگیخت و آنان روز چهارشنبه برای عدالت خواهی از صبح تا شام در برابر ارگ رئیس جمهوری شعارهای زیادی را سر دادند. اما واکنش ارگ در پیوند با این اعتراضات گسترده چیست؟ همه کسانی که دستش به خود چوکی نرسید آمده خون شهدای دامردره بهانه جور میکنه. محمد محقق معاون ریاست اجرایی میگوید که اعتراض کنندگان کوچایی و بازاری اند و آنانی که به مقام و چوکی نرسیدند مردم را بر ضد حکومت تحریک کردند. آیا در دیگه افغانستان هیچ خماخ افغانستان شمول باید بست کنیم؟ در جلال آباد طفلی که تازه به دنیا آمده از مابینش دو پاره کردن پیش روی چشم پدر و مادرش و پدر و مادرش هم کشتن. در قندوز قتل هم کردن، در حموس مردم تجاوز کردن، در فاریاب قتل هم کردن، در مزار شریف 13 نفر یک دفعه کشتن. اگر کسی در انتخابات شکست میخوره بره دل مردم رو به دست بگیره. کسایی که در انتخابات شکست خوردن، کسانی که پشت وزارت گشتن. اما این سخنان واکنش تند و مظاهره کنندگان را نیز در پی دارد. ده ها تن از اعضای رهبری این حرکت در اینجا جمع شده و میگویند آنان برای حمایت از حکومت و تامین وحدت در میان اقوام کشور جمع شده بودند، اما رهبران حکومت آنان را توهین کرده و با بی‌مهری استقبال کردند. خصوصا ایرانیا و پاکستانیا میخواهند که بین ما یک جلقه قومی را در بتن. پس ما آمدیم این حرکت را، مردم افغانستان حرکت را ملی ساخت. متاسفانه ارگ نشینان، رهبران و لیدران سیاسی به همه جوانای افغانستان، به همه حرکتهای مدنی توهین کردن. این توهین قابل قبول با ما نیست. ما متاسفانه از سوی برخی از دولت مردان به صورت جدی مورد بیمیری قرار گرفتیم و یک تعداد آمدن و واقعا به عوض از اینکه این حرکت میلیونی را برای شاباش بگویند و برای شافرین بگویند و این روز تاریخی را با مو برجستگیش واضح بسازند، اما تعدادی آمدن متاسفانه این را به نحوه کوشش کردن که زیر پوشش قرار بدن، یعنی او را بر خاک بپوشند. این اعتراض کنندگان میگویند که حکومت با نمایندگانشان دیدار نکرده است و افراد دیگری را محمد محقق و سرور دانش گزینش کرده و به دیدار رئیس جمهور بردند که به هیچ صورت نمایندگی از مظاهره کنندگان نمی کنند. کسانی که دیشب به عنوان نمایندگان مظاهره کننده در ارگ مذاکره کردند ربطی به تظاهرات و معترضان نداشتند. اینا که افراد گزینه شده از طرف یک جریان سیاسی خاص بود که توسط معاون رئیس جمهور و معاون ریاست اجرائیه این لیست ترتیب داده شده بود و ربط به تظاهرات و کسانی که اعتراض داشتند و خانواده شهدا ربطی مستقیم با اونا نداشت.
اعتراض کنندگان میگویند منتظر تصمیم گیری خانواده های قربانیان اخیر زابلند و اگر آنها خواسته باشند اعتراضات مدنی و تظاهرات آنها ادامه خواهد داشت. این مظاهره کنندگان هشدار میدهند که دشمن در تلاش ایجاد تفرقه است و در صورتی که رهبران حکومت برای حل آن نپردازند عواقب ناگواری خواهد داشت. هزاران تن در ولایات بلخ، قندهار، هرات و ننگرهار در اعتراض بر رویداد زابل دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان بر ضد گروه های مصالح جنگجو و حکومت شعار می دادند و از جامعه جهانی خواستند تا دیگر در افغانستان جلوه کشتار مردم عام را بگیرد. از سوی دیگر تظاهر کنندگان حکومت را متهم کردند که در تامین امنیت مردم ناکام مانده است و باید در این زمینه پاسخگو باشد. در واکنش به کشته شدن 7 مسافر توسط گروه مصالح داعش در زابل تظاهرات ادامه دارد و روز پنجشنبه در ولایت های هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار نیز تظاهرات گسترده بر راه انداخته شد. صدها باشندگان ولایت بلخ در جریان تظاهرات از حکومت خواستند تا به زندگی و امنیت مردم توجه جدی کند. برخی از تظاهر کنندگان که کفن پوشیده بودند رویداد اخیر زابل را محکوم کردند و از حکومت خواهان مجازات عاملان این رویداد شدند. امروز وحدت ملی تبدیل شده به وحشت ملی، کشتار مردمی، تلفات انسانی، گروگانگیری و آدم ربایی. آقای محقق، امی کوچگرد ها و امی اواش ها بودند که تو را به او تخت کرسی نشاندند، وگرنه توی یک گسفل چران بیش نبودی. اگر این باز جوانای ما کوچگرش هست به خاطر یکی از شما بلیاقت ها سر تخت نشستین و ما بیکار هستیم. آشوبگر، آشوبگر تو هستی، فتنگر تو هستی. سعیس آقای محقق، ما از خودمون دفاع میکنیم، تو هم نباشی رهبرمون هم نیستی، فهمیدی؟ از سوی دیگر ولایت هرات نیز شاهد تظاهرات مشابهی بود. تظاهر کنندگان هراتی نیز بر ضد گروه های تروریستی، حکومت و ناامنی شعار می دادند و از حکومت خواستند تا امنیت مردم را تامین کند. بعضا متاسفانه از برکت خون مردم، از رأی مردم به جاهای بالا بالا رسیدند، ولی متاسفانه با کمال بیشرمی حرکت مردم ما را، حرکت ملت ما را، خون مردم ما را زیر سوال می برند. تظاهر کنندگان با یک صدا خواهان وحدت ملی شدند تا جلو برخی حلقات را بگیرند که میخواهند میان افغانها نفاق افغانی کنند. خطاب ما به کسانی که از اون طرف مرزها کوشش میکنند که افغانستان را ناآرام و ناامن بسازند این هست که هر چقدر ما را بکشید و به هر نوعی که ما را بکشید، چی به مرمی، چی زنده بگور کردن و چی سربریدن، ما متحدتر می شویم. حرکت حرکتی است که ما ملت واحد هستیم. ما ملت از نیروهای امنیتی خود دفاع می کنیم. ما ملت از حکومت وحدت ملی حمایت می کنیم. در ولایت کندهار شورای ولایتی این ولایت با برگزاری نشست اعتراضی کشتن افغان ها از سوی گروه داعش را محکوم کرد. اشتراک کنندگان این نشست میگویند که این گونه اعمال گروه داعش برای از بین بردن وحدت ملی میان افغان ها صورت میگیرد و مردم باید بر ضد مخالفین مسلح به حمایت از حکومت افغانستان بیستند. دست کتون تصادفی ملی او نه هم غیر عمدی، بلکه دست مور دشکل ملی وحدت دل منزولو پا خطر بانی یو دسیسا یو ستر دسیسا را دادم. در کنار قندهار، هرات و بلخ، ولایت ننگرهار نیز شاهد تظاهرات بود که خواست تظاهر کنندگان این ولایت نیز تامین امنیت، وحدت ملی و پایان دادن به مشکلات جاری کشور بود. رئیس اجرای حکومت میگوید حکومت از هر حرکت مدنی حمایت میکند که در چارچوب قانون باشد. عبدالله عبدالله میگوید تظاهرات روز گذشته مردم در اعتراض به رویداد زابل در ماهیت بیانگر وحدت افغانها بود، اما میافزاید که برخی حلقات میخواستند تا با استفاده از این فرصت خود را به اهداف خود برسانند. عبدالله عبدالله هرچند گروه مصالح داعش را به سطح جهان یک تهدید میخواند، اما میگوید که این گروه مانند کشورهای دیگر در افغانستان ریشه های گسترده ندارد. واکنش های گسترده مردم در رابطه با رویداد زابل و در مقابل آن نشست های خبری پیهم رهبران حکومت. اینجا رئیس اجرایی حکومت بار دیگر موقف حکومت را در رابطه با این موضوع روشن کرد.
عبدالله عبدالله حرکت مدنی را حق تمام افغان ها می خواند و می گوید که تظاهرات روز گذشته به دشمنان کشور ثابت ساخت که افغان ها با هم متحدند و آنها هیچگاه در تلاش های خود که برای اسم پوشیدن افغان ها انجام می دهند موفق نخواهند شد. عبدالله عبدالله می گوید حکومت از هر گونه حرکت مدنی حمایت می کند، اما می گوید که این گونه حرکت ها باید در چارچوب قانون باشد. برای تظاهرات قانون اساسی افغانستان اجازه داده و ما همه و مردم افغانستان قربانی دادن تا این آزادی ها را کسب کنند و هیچ ممانعتی برای تظاهرات در چارچوب قانون نیست. در این زمان حریم تظاهرات هم در قانون تعیین شده و وقتی که سایه ارگ ریاست جمهوری که ممثل اقتدار ملی و نمایندگی مردم است باز مورد حمله قرار بگیره متاسفانه میتونه عواقب خوبی نداشته باشه. رئیس اجرایی حکومت تظاهرات روز گذشته را در ماهیت بیانگر وحدت افغان ها میخواند، اما با تاکید اظهارات محمد محقق معاون دومش میگوید که برخی حلقات تلاش میکردند تا از این فرصت استفاده سو کنند. اکثریت مطلق با آرامش با چی نگاه به هدف اصلی خودی کار کردند، یک تعدادی هم کسایی که مثلا سنگ های آماده در دست خود داشتن و شیشه ها را شکستاندن. در مساحی که سنگ پیدا نمی شد بیره ما شما از برای پرده های تلویزیون دیدین. اینها آمده بودن که یک کار دیگه کنن، یک ویرانگری کنن. اما هزارها نفر دیگه آمده بودن فقط صدای خود بلند میکردن، میگفتن ایجا جنایت صورت گرفته، باید مجازات شود. عاملین عزیز، باید برای امنیت اون مناطق تدابیر بهتر گرفته شود که بازخواستای مشخص هم داشتن. پس صف خرابکارا همیشه از صف اکثریت مردم افغانستان جداست. عبدالله عبدالله میگوید حکومت افغانستان به تمامی خواسته های مشروع تظاهر کنندگان در چارچوب قانون و بر اساس امکانات پاسخ گفته است و برای تحقق یافتن آن تلاش میکند. هرچند گروه مسلح داعش فعالیت هایش را در این اواخر در برخی ولایات افزایش داده است و رویدادهای اخیر نیز کار همین گروه خوانده می شود، اما عبدالله عبدالله می گوید که گروه داعش در افغانستان مانند کشورهای دیگر ریشه های گسترده ندارد. در بعضی از نقاط افغانستان گروه های تحت این نام فعالیت داشتند، از جمله در ولایت زابل، در ولایت ننگرهار. به صورت کل مثلی که در بعضی کشورهای دیگر یک تهدید اساسی داعش است، به او سطح الحمدلله در افغانستان رشد نکرده، اما باز هم یک تهدید است که امروز گفتم به سطح جهانی نادیده گرفته شده نمیدانه در فضای افغانستان که حتما بایسی یک تهدید به این نگاه میشه و همطور برخورد میشه. عبدالله عبدالله میگوید که حکومت با خانواده های قربانیان به توافق رسیده است تا جنازه مسافران کشته شده دوباره به ولایت غزنی انتقال یافته و به خاک سپرده شوند. از جمله 12 تنه که در ولایت پکتیا را بوده شده بودند، برخی ها دوباره رها شدند. نمایندگان پکتیا در شورای ملی میگویند که افراد مسلح ناشناس نزدیک به 12 فرد ملکی را از ولسوالی سید کرم یک جا با 3 موتر اختطاف کردند که به میانجیگری بزرگان قومی برخی از این افراد دوباره آزاد شدند و برخی دیگر هنوز هم در قید آنان است. اعضای شورای ملی میگویند که رویدادهای اختطاف از سوی جنگجویان مسلح افزایش یافته است و مسئولان امنیتی در جلوگیری از این رویدادها ناکام ماندند. افراد مسلح ناشناس روز چهارشنبه نزدیک به 12 فرد ملکی را از ولسوالی سید کرم و پکتیکا اختطاف کردند. این افراد ملکی در 3 موتر از سمکنه به سوی گردیز در حرکت بودند که از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. نمایندگان پکتیا در شورای ملی میگویند که برخی از این افراد با میانجیگری بزرگان قومی رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در نزد افراد مسلح هستند. یا تعداد دیمنگ عام وګړي د برم تکړی دي چې د غوډ جملې نه یا تعداد خوشش ولی او درې سلور نفر اوس هم پاتې دي چې د غیر خوشکونو لپاره کومي مشرانو هم خپل حل ځلې شروع کړی دي. حکومتي ارګانونو دولتي ارګانونو هم کوشش کوي او علاوه د دینه پرون د نوزي په سیمه کې هم تقریبا د شپېتو په حدودو کې اکثره هغه کسان چې هغه متعلمین او عام وګړي وو د طالبانو کوس کړي وو. خوشبختانه چې دوی روغ هم دغسې پرون خوشې کړله. سمکنۍ یو خوانه ګردېش خواته روان و د نامعلومه کسانو لخوا ګرځول شوي وو او داسې ساحې ته انتقال شوي وو چې هلته د دولت لاسرسی نه ورته. خوشبختانه چې ما څومره زه راپور لرم
یو موټر په مغه شپه د خلکو په وسطت باندې د قومي مشرانو په وسطت باندې خوش شوی دی او دو موټر نن سهار خوش شوی دی. نمایندگان پکتیا در شورای ملی انتقاد میکنند که اداره های امنیتی در جلوگیری از رویدادهای اختطاف ناکام ماندند. دولتی چارواکی باید په دې برخه کې ډیره توجه وکړي. د لوی لارو امنیت باید وساتي او د افغانستان د خلکو امنیت ساتنه په دې باندې فرض ده او د دې دنده ده. کله کله امنیتي چارواکي په ځینو ولایتونو کې په ځینو ځایو کې اته کله کله په پکتیا کې کوتاهي کوي. اسوی دیگر نمایندگان پکتیا و پکتیکا در شورای ملی میگویند که از 3 هفته به این سو امنیت ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست بدتر شده است و در بیشتر ولسوالی های این ولایت ها جنگجویان مسلح فعالیت های خود را افزایش دادند. اوس تقریبا د دوه اونۍ و درې اونۍ کېږي چې دغه ولایتونه لکه پکتیا، پکتیکا او خوست دغه کې د مثلا د ترهګرو یا په اصطلاح د وطن د دښمنانو تحرکات زیات دي، خصوصا په یغه هغه کې ولسوالۍ کې چې سرحدي ولسوالۍ دي لکه ګمل، برمل، ګیان، نکه، زیړوک، تروې، وړممی او وازخوا. افراد ممکن در پلیس پولیس سید کرم ولایت پکتیا در حال اختطاف می شوند که جنگجویان مسلح در ولایت زابل برخی افراد ملکی را پس از اختطاف کشتند. با فرارسیدن زمستان قیمت مواد سوخت در بازارها رو به افزایش است. باشندگان کابل شکایت می کنند که با گذشت هر روز بلند رفتن قیمت مواد سوخت نگرانی آنان را برانگیخته است و برای کنترل نرخ‌ها هیچ طرز العمل وجود ندارد. هرچند وزارت تجارت در رابطه به این موضوع چیز نمیگوید، اما فروشندگان پرچون مواد سوخت احتکار گاز مایع از سوی تاجران بزرگ را عامل اصلی بلند رفتن قیمت ها میخوانند. با فرارسیدن زمستان و همزمان با بلند رفتن سطح نیازمندی مردم، همه ساله قیمت گاز مایی، تیل و دیگر مواد سوخت در بازارها افزایش می‌یابد. یک کیلو قیمت گاز مایی که پیش از این 30 تا 40 افغانی بود، اکنون به 60 تا 70 افغانی مانند سالهای گذشته بلند رفته است. از چند روز به این سو نه تنها این که قیمت گاز و تیل بلند رفته، بل در کنار آن پرچوی های برق نیز افزایش یافته است. اینجا گاز 65 را به خانه ما درش کور است. 70 را بس. یک دفعه نیدیم که دبیر پرسان بکنه که گاز چرا قیمت شد. چرا اینجا 65 را 70 را؟ تا فاملی ریش کور. گاز بلند است. یک 55 هم اون طرف می خریدیم. آن یک ماه شده 50-50 می خریدیم. این یک ماه شده اون طرف 65 می خریدیم. خواهش نداریم چی کنیم، یه مجموعه هستیم دیگه. وقت قیمت گاز 55 نفر بود، حالا فیلن هم دیده شد داخل شرکت ها 55 نفر شده، اینجا فیلن 65 نفر است. اموال کار و بار هم نیستی، فیلن هم روز برور یک رفع و دو رفع قید دالر پیشکان گرفته. این یک به سرنوشتی حکومت هست دیگه که سرنوشت نیست، توجه سر ملت نیست، ملت زیر حق حقوقشان پایمال است، قیمتی به موج خود سر زده رایی زینه میاله اینه ما 500 پر کار کنیم. مثال اینا ما تیل پرتم اینا رو خدا میکنم تا دیگر این 500 دیگر ما پیسه می تیل پوره میکنم یا نمیکنم. پیش از این شرکت برشنان نیز اعلام کرده است که احتمالاً پرچوی های برق